بگذار هر روز رویایی باشد در دست، بگذار هر سوز عشقی باشد در دل، بگذار هر روز دلیلی باشد برای زندگی. درود به شما عزیزان که بیننده برنامه دلنواز هستید. این دومین برنامه هستش که من در خدمتتون هستم و همونطور که دفعه قبل دیدید از اشعار و دلنوشته ها در این برنامه استفاده میشه که شما عزیزان نیز میتونید اشعارتون رو و یا اون چی که مینویسین و از قلبتون میاد برای ما بفرستید و در برنامه ازش استفاده میکنیم. امروز روزی باشه پر از برکت، پر از شادی، پر از قوت، پر از محبت برای تک تک شما عزیزان. میخوام شروع برنامه با کلامی از خداوند باشه. مزمور 1:1 تا آیه 1-3 رو میخونم. خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده نمی گردد و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود. پس بیایم لحظه ها رو غنیمت بدونیم، ثانیه ها رو که داریم توی زندگی میکنیم و شکرگزار باشیم از خداوند برای این لحظه ها. بیایم قدر سلامتی که داریم بدونیم، غنیمت بشماریم قبل از اینکه بیمار بشیم. بیایم قدر توانایی که داریم، قدرتی که رو داریم بدونیم قبل از اینکه افتاده و سال خورده بشیم. بیایم قدر لحظه ها رو بدونیم قبل از اینکه مرگ لمسمون کنه، چون اون موقع خیلی خیلی دیر هست. و بیایم قدر عشق رو بدونیم، قدر محبت رو بدونیم و هرگز از دستش ندیم. بیایم فکرامون رو زیبا کنیم، چون همه چیز از فکرامون شروع میشه. فکر ماست که تبدیل به احساس میشه، احساس هست که باعث بروز رفتار میشه و این رفتار هست که بعد از مدت‌ها تبدیل به عادت میشه و این عادت تبدیل به شخصیت ما. پس بیایم فکرای زیبا داشته باشیم برای همدیگه. میخوام همونطور که این برنامه اسمش دلنواز هست، مطمئن هستم وقتی که در حضور خدا هستین قلبهاتون نوازش پیدا میکنه. پس بیایم سرودی رو گوش کنیم که میدونم نه تنها قلب هامونو بلکه تک تک سلول های وجودمون رو نوازش بده. پس فیض نوین بخشا مرا
دادی مرا، کن قلب من مملوک ز خود، تا گردمی من از خطا بیدار و آگه شد دلم. از بزرگی پرسیدند راز این امیدواری و آرامشی که در وجودت داری چیست؟ گفت بعد از سالها مطالعه و تجربه تصمیم گرفتم زندگی خود را بر 5 اصل بنا کنم. 1. دانستم روزی مرا دیگری نمی خورد. پس آرام شدم. چقدر ما مطمئن هستیم وقتی خداوند به سوسنهای صحرا فکر میکنه، غذای پرندگان را آماده میکنه، چقدر بیشتر ما. 2. دانستم که خدا مرا میبیند، پس حیا کردم. ما مطمئن هستیم که خداوند هر لحظه با ما گام برمیداره، چه بیشتر ما. 3. دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد، پس تلاش کردم. ما مطمئن هستیم که باید تلاش کنیم. کلام خداوند میگه اگه کسی کار نکنه خوراک نخوره، که در 2 تسالونیکیان 3:10 میتونیم ببینیم. 4. دانستم که پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم. ما میدونیم به عنوان فرزندان خدا که در خداوند میخوابیم و هر لحظه آماده دیدن روی زیبای او هستیم. 5. دانستم که نیکی و بدی گم نمیشه و سرانجام به سوی خودم برمیگرده، پس بر خوبی ها افسودم و از بدی ها کم کردم. و در امثال 31 میبینیم که میگه کلام خدا تمام روزهای عمر خود خوبی خواهد کرد نه بدی. این کاریه که فرزند خدا در تک تک لحظه های عمرش انجام میده، چون قلبش مملو و از عشق خداونده. پس تو این زندگی هموطن من، عزیز من، همزبون من، اگه تو این زندگی برای به دست آوردن پول مجبوری دروغ بگی و فریب کاری کنی، تهی دست بمان. اگه برای به دست آوردن جاه و مقام مجبوری چابلوسی کنی و تملق بگی، از اون چشم بپوش. اگه برای اینکه مشهور بشی مجبوری مانند دیگران خیانت کنی، در گمنامی زندگی کن. بگذار دیگران پیش چشم تو با دروغ، با فریب ثروتمند بشن و با خیانت و نادرستی بذار شهرت پیدا کنند، تا
تو گمنام و تهی دست و قانع باش، زیرا اگر تو چنین کنی سرمایه‌ای رو به دست آوردی که اونا از دست دادند. میدونی چیه؟ شرافت. و صد آفرین بر تک تک شما هموطنان عزیزم که در راستی و صداقت میمونین. درود بر تک تک شما عزیزان که قلبتون مملو و از عشق خداوند هست، پس در راستی گام بر میدارید. شعری رو میخونم در رابطه با خداوند، چون مطمئن هستم تمام زیبایی ها و تمام خوبی ها همه چیز از او میاد، چون منشأ عشق و محبت است. خداوندا همه زیبایی از توست، همه سرسبزی و سرمستی از توست. تو هستی خالق عشق و محبت، سر و پای وجودت مهر و رحمت. تویی تنها شهنشاه دو عالم، سزاوار ستایش هستی هر دم. تو نوری، روشنی بخش حیاتی، تو امید دل و جان، تو نشاطی. تویی سرور، تویی آقا، تو همدم، تویی ناجی، تویی کافی، تو مرهم. تو شیرینی، تو زیبایی، تو ماهی، برای قلب من تنها تو شاهی. و ایمان دارم وقتی خداوند شاه قلب ماست، وقتی خداوند توی قلبمون سلطنت میکنه، مطمئن باش مثل یک ملکه گام بر میداری، مطمئن باش مثل یک ملکه میخرامی در خداوند و در شادی خداوند لذت میبری. ایمان دارم، چون مطمئن هستم اون موقع ذهن زیباست، فکر زیباست، اعمال زیباست، رفتار زیباست و همه چیز حتی در سختی ها به چشمت زیباست. پیرمرد نابینایی چون همسرش فوت کرده بود مجبور میشه به خانه سالمندان بره. مدت طولانی رو در خونه سالمندان منتظر میسته تا سرانجام بهش میگن که اتاقش آماده شده. شخصی که او رو تو راه رو همراهی میکرد برای او در مورد موقعیت اتاقش صحبت میکنه. پیرمرد میگه عالیه، چقدر این اتاق رو دوست دارم. همراهش میگه اما شما که هنوز این اتاق رو ندیدی. پیرمرد میگه مهم نیست، خوشبختی چیزیه که پیشا پیش دربارش تصمیم میگیرم. اینه که اتاقم رو دوست دارم ارتباطی به این نداره که وسایلش چجوریه، چیدمانش چجوریه، ظاهرش چجوریه. مهم اینه که من ذهن خودم رو چگونه میچینم. ما ذهن خودمون رو چگونه میچینیم در رابطه با زندگی، در رابطه با افراد، در رابطه با مردمی که دورمون هستن، دوستها، رفیقا و حتی دشمنانمون. پس بیایم زیبا کنیم تا زیبا عمل کنیم. میخوام یه داستان کوتاه دیگه ای رو بخونم براتون. مردی نزد جوان مردی میره، اون میگه یه تبرک ازت میخوام، میشه لباستو به هم بدی تا من هم جوان مرد بشم، تا من هم از جوان مردی بهره ای ببرم. جوان مرد میگه جامعه مرا که بهایی نیست، اما سوالی دارم. مرد میگه بپرس. جواب مرد میگه اگه مردی چادر سرش کنه زن میشه؟ مرد گفت نه. گفت اگه زنی جامعه مردونه بپوشه مرد میشه؟ مرد گفت نه. جواب مرد گفت پس در پی اون نباش که جامعه از جوان مردان تنت کنی، چون اگه حتی پوست اون جوان مرد رو هم به خودت بکشی جوان مرد نخواهی شد، زیرا جوان مردی به جان است نه به جامه. و واقعا اینطوره، همه چیز از درون میاد بیرون. باید اول درون رو در حضور خداوند بشوریم، بریزیم بیرون اون چیزایی که انباشته کردیم. میدونی اگه بهت بگم یه چیز خوب، حتی این لیوان رو توی دستت بگیر برای چند ثانیه،
نگرش میداری. اگه بگم تکونش نده، یک ساعت نگردار. دستات درد میگیره ولی بازم سعی میکنی نگرش داری. ولی اگه این زمان طولانی بشه و طولانی و طولانی و طولانی، میدونی چه به سر ماهیچه هات میاد؟ یواش یواش اون قدرت رو از دست میدن، یه حالت فلج به خودشون میگیرن. افکار ما و درون ما با چیزهایی که توش تلمبار میکنیم و مدتهای زیاد نگرش میداریم به همون حالت در میاد. پس بهتره رهاش کنیم در حضور خداوند، همه رو دونه دونه به زبون بیاریم و بذاریمش بره، بدیمش به رودخانه‌ای که خداوند از روح القدس در درون ما جاری میکنه، بذاریم پاکش کنه، بذاریم ببره و اجازه بدیم در آرامش، در شادی، در زیبایی زندگی کنیم. و این در این نیست که فقط لحظه هامون باید زیبا باشه تا ما شاد باشیم، چیزی دلیل شادی باشه تا ما شاد باشیم. نه عزیزان، شادی از درون میاد. خوشی چرا؟ کسی باید باعث خوشی ما بشه، ولی شادی از درون ما میاد. سعی کنیم شاد باشیم، چون خداوند هم میگه شاد باشید. باز هم میگم شاد باشید در کلامش در فیلیپیان. مطمئن باشید که این کلام برای من و توه که روزانه باهاش زندگی کنیم. عزیزان من، بریم یه سرود ببینیم تا زمان خداحافظی من کم کم نزدیک میشه. هر چقدر بخندی و هر چقدر عاشق باشی، از محبت دنیا کم نمیشه.
پس بخند و عاشق باش. بدرود تا روزی دیگر و برنامه دیگر. شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.